به نام خداوند یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. افغانستان در میان دود و بارود، سریال سقوط مرکز ولایت ها ادامه دارد. چرا ارک سکوت مرگبار اختیار کرده؟ پس از زرنج و شبرقان، طالبان مرکز شهرهای سرپل و کندوز را نیز تصرف کردند. تخار همچنان در آتش جنگ می سازد. مردم تلفات دادند و با سراسیمگی از خانه هایشان بیرون می شوند. اما حکومت در فرستادن نیروهای کمکی و تجهیزات ناکام است. روایت ها از میدان جنگ اسفبار است. مردم می گویند طالبان حتی زخمی ها را برگبار بستند. آخرین گزینه حکومت چیست و چرا عملی نمی شود؟ مگر روزهای بدتر از امروز در پیش است؟ از سوی دیگر تصرف شهرها از سوی طالبان خشم آمریکا را نیز برانگیخته. جو بایدن به هواپیماهای B-52 این کشور دستور داده که از قطر بر موازی طالبان در افغانستان حمله کنند. آیا برگشت دوباره آمریکا و کنار گذاشتن توافقنامه دوحه زمانش فرا رسیده؟ آیا قطر میزبان صلح افغانستان است یا فرمانده جنگ؟ در این برنامه دلیل پیشروی طالبان را واکاوی میکنم. از میهمانانم در برنامه میپرسم که چرا با وجود در حال اجرا قرار گرفتن برنامه 6 ماهه رئیس جمهور غنی که گفته بود طالبان را در میدان جنگ از زانو در میآورد نتیجه معکوس دارد؟ مهمانان من در این برنامه آقایان بهرالدین جوزجانی، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی، آقای سید قریب‌الله سادات، عضو شورای ولایتی لوگر اینجا در استودیو حضور یافتند و همینطور هم آقای آصف مبلغ، پژوهشگر در دانشگاه آقدنیز ترکیه، از ترکیه روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل شدن. خیلی خوش آمدین. به بس آقای جوزجانی، روزهای خوب را سپری نمیکنیم. اگر از جوزجان شروع بکنیم، حتی شورای رئیس شورای ولایتی این ولایت به طالبان تسلیم شد، مرکز شهر هم رفت به تصرف طالبان. روایت ها چیست؟ چه میگذرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما، به مهمانان عزیز، جناب آقا صاحب و استاد بزرگوار، به همه همکارای شما، به همه بیننده های عزتمند طلوع نیوز سلام های خود را تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از عرض تقدیم و سلام بر روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی درود می فرستیم. خداوند از جنت برین برشان جایگاه نصیب بکنه، بر زخمی های ما شفای عاجل نصیب بکنه و الله درد مردم افغانستان خودش دارو ببخشه. پیش از اینکه ما در جواب سوال شما بیایم، اساسی ترین نقطه عمومی و جهانی و منطقوی که دست به دست داده، چرا در افغانستان جنگ است و در نتیجه چرا ولسوالی ها سقوط میکنه، قریجات سقوط میکنه، بعد از او میرسه جنگ به شهرها، به مراکز. نقطه اولی است که ما بزرگان ما از رأس گرفته، از رهبری حکومت جلالت ما رئیس جمهور گرفته تا رهبران سیاسی تا خردترین فرد مملکت که ما و شما هم باشیم، هر کس به نوبه خود که ما حقه هو که به وضعیت وطن خود اهتمام بکنیم، دل بسوزانیم، نکردیم. یک موضوع این ملامتی را همه باید بپذیره. بسیار خوب. موضوع دومی است که امو پروسه‌ای که پروژه‌ای که در وزیرستان شمالی، در وزیرستان جنوبی همه توریست‌های دنیا اونجا جمع شده بود، از اونجا افغانستان را وضعش مختل شد، میخوان به یک شکلی به خاطر رقابت‌های منطقوی قدرت ها اینمو پروسه را و نقاط حساس شمال مثل تخار، بدخشان، کندوز، پاریاب، سرپل، جوزجان، کوها مناطق استراتژیک داره. بله. و همسایه‌های افغانستان هم بعضی کشورهایی است که با جنگ بلدیت نداره، مثل تاجیکستان، ترکمنستان. اینا ما و شما 40 سال است که با جنگ آمخته شدیم، اینجا ده ها انتحاری شوه. بله. مردم به یک نوع آمخته شده، اما اونجا شاید یک پوچک اگر پایر شوه، یک مرمی هم پایر شوه، شاید اونجا به دهشت بیفته مردم. بله. با ای گپ و این در این نقطه پس موضوع از جاهای آغاز شد. ما خودم از جوزجان هستم، زاده جوزجان هستم و دقیقا سوالی که شما کردین، رئیس شورای ولایتی جوزجان که بابرش چی، پسر آقای احمدیش چی است. بله. آقای احمدیش چی اولم رابطه نزدیک با طالبا داشت، با کسایی که همکار با طالبا است در داخل نظام، با اونا رابطه نزدیک داشت و به یک نحوی جنگ میانشان صورت گرفته. تسلیمی اینا
خود از اینا ساحات را تسلیم دادن و در کنار این دیگه عوامل در نفوذی های در داخل خود حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان هم با استفاده از اعتماد مارشال عبدالرشید دوستم که بر بالایشان اعتماد کرده بود، جایگاه داده بود، صلاحیت داده بود، اونا هم با آیسای پاکستان یگان معامله پنهانی را انجام دادن. پیش ما مشخص است اگر شما بخواید و صراحت میگیم، بله. ما شما ببینین چرا جوزجان هدف گرفتن، بله. بخاطر از این که اگر انسان به جنگ تن به تن روبروی شوه اما سر صورت عریف خود ایچی میگره، زیر نظر میگره. جوزجان در میان سرپل، در میان پاریاب و در ولایت های همجوار نقطه مسره داره، بخاطر از این که پایگاه یک حزب مقتدر و میلیونی در شمال است و به خاطر که زادگاه مارشال افغانستان است، مارشال عبدالرشید دوستم است، به خاطر رفتن به خانه مارشال، بله. دوستم حتی لباس مارشالی خود پوشید. خب وضعیت چگونه بود؟ این گپ طالب نیست، کسایی است که پشت سر طالب، حامی طالب، عقبه سیاسی طالب که حتی دستای از پاکستان و پراتر از پاکستان ای گپ بر از اونا سازماندهی کرده، وگر نصر طالب بیچاره بچه اجازه بدین. من میخوام این پرسش مطرح بکنم، مردم میگن که نیروهای امنیتی بودن، نیروهای خیزش مردمی حزب جنبش در جوزجان بودن، آقای یار محمد دوستم پسر مارشال دوستم در اونجا بودن، اما باز هم سقوط کرد. بدتر از این چی میتونه شبه پس از این؟ حتی مرکز ولایت، محل تولد بزرگترین کسی که بزرگترین رتبه نظامی را در افغانستان داره طالبان گرفته. شما ببینین طالبان بیچاره را سرش قدر واز نمیشه که او بیای لباس مارشالی را بتن بکنه. این کسی از استادی است که از پشت سر برش یاد میده تو باید این کارا را بکنی، این کارا را بکنی در میان مردم. خب جایی که گرفته میشه یا از دست داده میشه یک امر معمول است، اما حرف ما هم اینجا بود که نیروهای قهرمان امنیتی ما، سربازای دفاعی ما، یا خیزش‌های مردمی ما، یا سربازانی که زیر رهبری جگلن یار محمد دوستم قهرمانانه دو ماه میشد، بیشتر از دو ماه میشد در طول اینمی مدت از جوزجان، از حیثیت، آبروی، عزت مردم دفاع کردن، از خاک دفاع کردن، اما چرا جوزجان سقوط کرد؟ علتا داره. بیاین سر علتا. کی بود این مار داخل هستی؟ ببینین یکی زمانی که موضوع فاریاب به میان آمد، بله. موضوع فاریاب به میان آمد، شما در موضوع فاریاب دیدین که کسانی با استفاده از جنبش ملی اسلامی افغانستان، نام مارشال صاحب دوستم، از چتر جنبش اونجا بیرق ترکستان خواهی را بالا کردن، بله. سلا نشان دادن، درست. و در برابر نظام یک حرکت کردن. اینجا بود که این نظام را در بر بالای رهبری جنبش مشکوک کرد، یعنی اینمو حرکت بود که رابطه مارشال صاحب رئیس صاحب جمهور حکومت، یعنی را تضیف کرد، نقش داره در سقوط اجازه بده. یعنی موضوع گپ ما میست که اینجا حکومت بود که بی‌توجه شد برای مردم. در اونجا مردم، کماندان های محلی خیزشی هم اینطور احساس کردن که وقتی که حکومت ما یکقدر قربانی دادیم به ما توجه نمیکنه، ما را چی؟ این وضعیت بود که طالبا را چی کرد؟ یک مورال داد. و موضوع دوم ای که در خود جوزجان، در خود مناطق شمال، درست. کسایی که با جنبش و با مارشال صاحب دوستم همچشمی داشتن، رقابت داشتن، یعنی حکومت جنبش را، قوت جنبش را، قدرت جنبش را اونجا نمیخواستن، از سالها به این طرف آقای ایشچی که نو پیشتر شما سرش یاد کردین، اینا هم به نحوی دشمن سر، به خاطر نمی نزاکت دشمن سر خانه های خود آوردن. رابطه اینا از قبل تا به امروز بعد از این با طالبان فوق العاده است، اجازه بدین. و یک حلقه بسیار مرموز و یک حلقه بسیار خبیث و چهره های بدنام به نحوی ترکمن هایی که در شمال زندگی میکنه، عرب هایی که در شمال زندگی میکنه، پشتون ها، تاجیک ها را به نحوی از کنار مارشال صاحب دور کردن. این حلقه را امو بابر فرامن که فعلا معاون اول شورای عالی مصالحه از آدرس جنبش آمده معرفی شده، ای هم تقریبا 3 میلیون دلار از آیسای پاکستان به خاطر سقوط ولایت سرپل، ولایت جوزجان، ولایت پاریاب گرفت است. جوزجان سقوط خورد و مورال در سرپل، در مزار شریف، در ولایت های همجوار، پاریاب، دیجنا پایین آمده. اون سرپل هم سوبکی طالبا گرفتن، بله. و این شب شاید اختاریه داده باشن، این شب ساعت سر پاریاب حمله بکنه. وضعیت اینه به این شکل بسیار پیچیده شد که
اینمی هیبت افغانستان، هیبت مارشال را دشمنایش به می شکل می خواستن خرد بکنه. وضعیت به می شکل آمد، یعنی نیروهای امنیتی ما، کسایی که در اونجا در خط مقدم جبهه که دستایشان از بوسیدن است، از پلیس، اردو، امنیت ملی، خیزش‌های مردمی و وکیلای شورای ولایتی ما که مولوی صاحب حیات توبال در جبهه است، اونا جنگیدن، دستایشان از بوسیدن است، اونا دفاع خود کردن، کار خود کردن. لیکن اینجا بازیگرایی بود که ملت خود، مردم خود را، وطن خود را معامله کرد. وجدان ما اجازه نمیده که ما اینمی واقعیت ها را، اینمی حرکت هایی که صورت گرفته، از اعتماد مارشال استفاده سو شده، اینجا از رای مردم استفاده سو شده، اینا ای حرکت ها را انجام داده. ما آمدیم اینا همین قدر از دست ما میمادی را بر مردم خود پاش میگیم، بر ملت خود پاش میگیم. به شما آقای سادات، دو ماه پیش وقتی که موجی از سقوط ولسوالی آب آغاز شد، حکومت میگفت که عقب نشینی تاکتیکی است، راز اطلاعاتی است، اما حالا کار کشیده به مرکز شهرها، چهار ولایت سقوط کرده، تخار همین اکنون در مرکز شهر به شدت جنگ جریان داره. آیا شما تحلیل میکنین، بارها در بحث با ما بودین، انتظار این روز را داشتین که واقعا ما میریم به وضعیتی که هر روز باید طالبان پیشروی بکنه و ما فضا و جغرافیای ما تنگتر؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور مهمانای عزیز، عرض تسلیت دارم به خانواده شهدا و شهدای افغانستان. واقعا جای تاسف است. وقتی که در اولین ابتدا ما قبلا هم بحثایی داشتیم، جنگ ها شدت گرفت، اکثریت دوستا و صاحب نظرا و سیاسیون بر دولت اطلاع داد که وضعیت قرار عادی نیست، باید در رابطه با این وضعیت یک تدابیر لازم گرفته شود. اما متاسفانه که اخباری که برای رئیس جمهور یا شورای امنیت میاد، اما اخبارا فیلتر شدگی می باشند و وضعیت را قرار است نشان میدن که وضعیت خوب است. یعنی وضعیت خوب نبود از مدت ها به این طرف، البته از اول سال می جنگ اعلان نشده، امسال جنگ از اعلان شده که می بود، خوب تدابیر می داشتن، اما اعلان نشده به این معنا که گفتن ما جنگ نمی کنیم، ولی جنگ به شکل دیگر شروع شد. بازم هنوز چیز نرفته. اگر امروز جنگ در تخار است یا جنگ در بدخشان است یا در هلمند است یا در جوزجان و فاریاب و سرپل است، ما به خانواده شهدا همدردی داریم، ولی دولت مکلفیت داره و طالب مکلفیت داره. امروز شهر قندوز دکانهای مردم، مارکت صرافی را آتش زدن، یا مثلا خانه مردم چور میشد، یا مثلا طفلا بیچاره مظلوم ناتوانه که به اصطلاح در کوچه و بازار هستن، اونا شهید میشن یا زخمی میشن، زخمی هاشون برداشته نمیشه. اینا چیزایی است که درد جنگ است. جنگ آدم پیش بینی کرده نمیتونه، نمیفهمه که جنگ افغانستان، خصوصا چرا که جنگ افغانستان ابعاد خارجی دارد، ابعاد داخلی ندارد. متاسفانه دست ها کار میکند، تمام موضوعات به یک شکل اطلاعاتی شده، به یک شکل سیاسی شده. جنگ ما جنگ نظامی نیست، یعنی جنگی نیست که جبهات باشد و جبهات پس برای پیش برد. جنگ جلو نظر فکر نمیکنین یا آتشی که میسوزه در کندوز؟ جنگ را که ما میگم که یعنی جنگ است، ولی اصل عامل جنگ و خودش یک نوع از سیاست های خیلی خام و غلط است که ما متاسفانه عواقبش نمیتونیم که خدای نخواسته جبران بکنیم. من منظور ما اینجا در این میز به طرفداری کس و علیه کس نیستم. ما فقط خواهان صلح هستیم، صلحی که انوز فتنه به او اوجش نرسیده. جنگ در چند ولایت است؟ اگر در تمام افغانستان جنگ در بگیره، اگر جنگ در پایتخت بیه، اگر جنگ در داخل شهر، کلان شهرها شود، حال خدا آشیه های شهر انوز جنگ. ولی خب ببینید، مثلا سقوط نکرده، زرنگ سقوط نکرده، سرپل سقوط نکرده، بزرگتر کدام است؟ مثلا منظور ما این است، اگر شهر سقوط کرده، تلفات تعدادش کم بوده یا مثلا مقاومت صورت نگرفته، ای به این معنی است که انوز هم ما خدای نخواسته داخل جنگ کلان نشدیم. قبل از اینکه جنگ های کلان صورت بگیره، وسایل و وسایت و توپخانه ها شهرها را بزند و تیاره ها شهرها را بمبارد بکند و هر طرف خدای نخواسته تمام مسائل به حد برود که مثل که دوست ما موضوع اقوام یادآور شدند، اینی شکل جنگ ها خیلی جنگ های خطرناک است و عاقب ناگوار دارد. امیدوار استم که دوستا و سیاسون ما متوجه وضعیت شود. آقای سعادت، امیر روز کمیال مردم میگذرانه در کندوز، مردم در صفحات اجتماعی اگر شما ویدیو را دیده باشین نشر میکنن، میگن سوریه دوم گشته هلمند، سوریه دوم گشته کندوز، امثال اینا. بزرگی جنگ چی است؟ مردم نمیدانند. ببینن حالا منظور ما این است.
خب طبیعی است وقتی که یک ولسوالی سقوط کرد زنگ خطر شد، وقتی که دو سقوط کرد بیشتر شد، وقتی که 10 سقوط کرد 100 ولسوالی سقوط کرد. هنوز هم دولت متوجه از او بود که ما مثلا یک عقب نشینی تاکتیکی و یا خود با گفته اصطلاح عامیانه با کوچه حسن چپ زد، باید متوجه می شدند. و حال هم منظور ما این است که هنوز هم چیز نرفته، باید رای مذاکره، رای سال، رای را بگیرند که متاسفانه او از او جاده خارج شده میرن. اگر اینا آماده جنگ میرن، فکر نمیکنم بسته شده باشه دروازش. نه خیر، تا حال هم دروازه سال بسته نشده. باید متوجه شوند که درگیری مقاومت های به این معنا که ما شهرها را به اصطلاح به خاک یکسان بکنیم، شهرها را آتش بزنیم، مردم خود قتل عام بکنیم، تمام مرزها را کشورهای همسایه بسته کرده. ایران مردم نیمروز اجازه نداد که داخل ایران شوه، گفتن مردم مظلوم و مردم بیچاره و ناتوانه. پاکستان مرز بولدک و مرز ترخم اجازه کسر نمیده که خارج شوه. ازبکستان، ترکمنستان اینا کشورهای دیگه نمیمانند که مردم خود. پس مردم مجبور هستند، ناگزیر هستند که زیر بمب و بارود باید زندگی کنند. پس مکلفیت چی است؟ مکلفیت سیاسون همی است که هر هدفی که دارن، هر مرامی که دارن، نه از طریق جنگ، باید که از طریق صلح و از طریق مفاهمه باید رو پیش بگیرن. یا سیاسیون نمیخواه صلح نمیخواه، یا طالبان همی جنگ را فکر میکنین شدت همی جنگ به چی معناست؟ آیا واقعا دستانی در داخل است داره شعله‌ور میکنه جنگ، یا نه واقعا طالبان میخواه از راه جنگ پیروز شوه و دروازه صلح را بسته؟ حالا دولت هنوز هم امکانات داره، مسیر داره، ملل متحد است، سازمان‌های بین المللی است، کشورهای اسلامی است. علت و انگیزه دوام جنگ باید بر وضاحت از طالب بخواهد که شما هدفتان از جنگ چی است، چی میخواین، چی میکنین که ما در او رابطه تصمیم بگیریم که ما در مقابلت یا دلیل بگه و یا به اصطلاح آمادگی خود دولت بگیره. در این رابطه اگر ما به این شکل و به این شیوه پیش بریم، خب جنگ ادامه پیدا میکنه، احتمال داره تا یک جای را جنگ پیش بره. ولی جنگی تو نیست که مثلا جنگ ختم بتونه بکنه، یا این طرف یا اون طرف. متاسفانه شهرها را با آتش میزنن، مردم ما را خوار و ذلیل میکنه. امروز اعلان کردن یک سازمان بین المللی که 3 میلیون طفل افغان به اصطلاح در حالت فاقگی یا در حالت فقر شدید است. پس به این خاطر بیایید به حال ملت خود، به حال مردم خود رحم بکنیم و این سیاست بازی های غلطی که فعلا در افغانستان جریان دارد به جلوی وزی گرفته شود، متوجه عواقب ناگوار جنگ باشد. سپاسگزارم، برمیگردیم به شما. آقای مبلغ سلام بر شما، تشکر از این که در بحث هستین، در بیرون از کشور هستین. وزارت من دنبال میکنین در افغانستان مردم روزهای خوب را نمیگذرانه و هیچ کسی احساس امنیت نمیکنه. اگر در مورد جوزجان دستانی کار کرد و این ولایت سقوط کرد، آنچه آقای جوزجانی میگه که حتی یک از افراد نزدیک با آقای مارشال دوستم که معاون شورای مصالحه هم است او نقش داشته، فکر میکنین ولایت های مثل کندوز، مثل سرپل، مثل زرنج و ولایت های مثل تخار که همین مثل در جنگ میسازه، غزنی، هلمند، اینا فکر میکنین دستانی پشت سقوط اینها و جنگ اینها هم باشه یا نه واقعا طالبان وحشی داره عمل میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، مهمان های ارجمند شما، ملت شریف افغانستان، عرض سلام و ارادت دارم بر روان پاک شهدای ملت افغانستان. درود و سلام میفرستیم و ادای احترام میکنم. یک نکته بسیار خوبی را جناب آقای نماینده جنبش ملی اسلامی مطرح کردن و او هم گسست های درونی ما هست. بله. ببینید اگر ما 20 سال گذشته را به طور بسیار مفصل مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که چند چیز به شکل نرم در آمد. متاسفانه یک، سیاست ابزار شد برای اقتصاد، یعنی هر کسی سعی کرد که از وجهه سیاسی خودش برای درآمدزایی، برای کسب مال، برای زراندوزی و برای منافع تجاری خودش استفاده بکنه، ولو که این تجارت کثیف باشه، تجارت مافیا باشه، مواد مخدر باشه، انحصار باشه، دور زدن قانون باشه، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشه. از وکیل بگیرین شما تا رؤسای احزاب. در همین اواخر شما متوجه شدین که احزاب هزارگی
ولایت هایی که مربوط به هزاره ها هست بین خودشان به خاطر مالیات بستن تقسیم کرده. بامیان را به یکشان داده، دایکندی مربوط به یکشان هست. حالا که قرار هست جنرال مراد به دایکندی بره، او آدم سرش بد میخوره و میگه که نه، این سهم ما هست و ما هستم که سالها جهاد کردیم و نام کشیدیم و باید آل استفاده ایش بکنیم. هنمی منطق بهرجویی و مثل یک افغانستان متاسفانه منابعش، منافعش، ثروتش مثل یک لاشه بود که بر سر این لاشخورها با هم دیگه به جدا تن. و امروز متاسفانه مردم ما به لاشخورهای نجاستخوار پناهنده شده. امروز طالب دست بالا نداره، لاشخورها در بین همدیگه مشغول جدال هستند و ناموس ما، ننگ ما، خاک ما، ملت ما، ارزشهای ملی ما، از ثروت ملی ما به دست بیگانه تاراج میشه. طالب ثابت کرده که صلح نمیخواد، تسلیمی مردم افغانستان را میخواد. صالح و آقای صالح با آقای اشرف غنی احمدزی و آقای محقق و بقیه و بقیه اینا ماکیاولیستای کوچک هستند، خرده هستند که برای منافعشان جنگ را میخواین، نه برای عزتشان، نه برای عزت ملت افغانستان. و مردم ایره میفهمه چون اعتماد ملی به این حکومت خبیث و به این لاشخورهای خبیث وجود نداره. بنابراین از هر طرف متاسفانه ما شاهد شاریدگی هستیم. درست. این شاریدگی را هم با همه روزه شاهد هستیم. آقای مبلغ، شما میگن طالبان میخواد از رای قدرت، از رای زور قدرت به دست بگیرد، حکومت هم داره بر حالش مردم قربانی میکنه و خودشان را حفظ میکنه در کرسی. مردم چی باید بکنه؟ فاجعه‌ای که رخ داده واقعا نگران کننده است. در ویدیوهایی که نشر میشه از کندوز، از تخار، از ولایت های دیگه، مردم فقط یک بستره به خود میگیرن و از خانه بیرون میشه. این وضعیت فکر نمیکنه خیلی نگران کننده است و حالا وقتش رسیده باشه که حداقل اگر کسانی داره تلاش میکنه که وضعیت به این سو بره، یک بار دیگه خب بر حالش پشیمان شوه و بیای برای مردم رحم بکنه. میلیون ها دلار از ثروت ملی افغانستان، از خون شهدای ما، خرج ارتش 300 هزار نفری افغانستان شده. به وضوح به شما میگم دوستای ما در تشکیلات نظامی اردو هست، به خدا قسم دروغ هست و 300 هزار نیروی اردو 300 هزار معاش بگیره هست که بالای 200 هزار ازی خیالی هست و پیسش به جیب رهبر صاحبا میره. ما در یک سیستم فاسد، در بین یک مجموعه فاسد، در بین دو تا سنگ آسیاب نجس گیر کردیم. یک نجاست طالبان هست و یک نجاست مزدوران لاشخوری که سالهای سال سرنوشت مردم ما و شما را برای منافع شخصی، برای شکم و بسیار معذرت میخواهیم، برای زیر شکم اینا به تاراج زده و به متاسفانه به قمار زده. شما امروز مردم بیپناه ما را ببینید، این همه ثروت ملی ما را شما به پای ارتش و اردو ریختید. حالا امروز مردم ما از جایی که نباید گزیده شه و گزیده میشه. ویدیوهایی را که از جوزجان پخش شده، دیپوهای سلا کرور کرور به دست طالب وحشی میفته. شما در طی 20 سال چه کردید؟ شما در طی 20 سال غیر از چوب زدن به نفاق درونی، غیر از فربه کردن طمع خام و طمع خودتان چه کردید که امروز بابر اشتی میره معامله میکنه در شبرغان و میایه عزت و حیثیت مردم شمال و مردم شبرغان به باد میره. در شمال به همین شکل مجموعه هایی که در شمال بوده، آقای عطا محمد نور اگر امروز جوزجان سقوط کرده، فردا یادت باشه بلخ سقوط میکنه. تو تصور نکن که امروز به نیروهای جنبش ملی اسلامی اگر کمک نکردی، فردا خودت در بلخ و در مزار راحت خواهد بود. و به همین شکل بقیه لاشخورا و مزدرا و پس فطرتایی که تمام نظام ما و شما را آلوده کرد، مردم ما و شما را سردوشت به تاراج زد، به یادشان باشه. مردم افغانستان امروز دیره میفهمن تفکر طالبانیزم
و طالبان را نمیخوایم. ما به اندازه 1.5 سال هست که شعار برابری و برادری میدیم. در همین تلویزیون شما خیلی از کارشناسای شما به من نوی گفتن این طالب پرست است. ما و امثال ما میخواستیم یک خط میانی را با پاکستان و طالبان رسم بکنیم. دغدغه های پاکستان و حرف های معقول طالبان شنیده شود که طالب ابزار سیاست قدرت های کلان نشود و به عنوان یک بخش از جامعه به دامان ملت بیاید. خیلی از سیاستمداران افغانستان هم به می فکر بودند، اما متاسفانه طالب خطای استراتژیک کرد، به ناموس ما و شما تجاوز کرد، خاک ما و شما را سودا کرد. کرور کرور در وزیرستان جنوبی امروز جوان پشتون و جوان پاکستانی تشکر. جمع است برای اینکه به افغانستان بیاید و کسب غنیمت بکنه، چرا که رنجرها، هامویوی ها و اینا همگی به سمت پاکستان مسیل شد و اونا را به طمع انداخته که در افغانستان بیایه و غنیمت ببره با خود، اما این خواب را به گور خواهند برد. ممنون، برمیگردم به شما آقای جوزجانی. خب تنها طالبان نیست که بر این مردم ظلم میکنه و این کسانی هم که نقش داشته، اینا هم خطاهایی را انجام داده که روزهایی را که حالا مردم سپری میکنن نتیجهش است. تا چه وقت و مردم تا چه وقت این گونه قربانی خواهد شد؟ حالا که جنگ در گرفته، فکر میکنین بیشتر خواهد شد این قربانی مردم؟ ببینین بسیار سوال خوبی را اشاره کردین. با تایید اکثریت حرفای میمانای بزرگوار، ما اینمی نظام نیمبند اینجا داریم. درست. بدیل امین نظام نیمبند چیست؟ درست. اگر خوب است یا خراب است، درست. اگر ملامت است، همگیش ملامت است. کسی خود را از ملامتی کشیده نمیتونه. اگر رهبران بوده مرتکب اشتباه شده، سیاسیون هم بوده مرتکب اشتباه شده، ما بدیل از طالب بوده میتونه، شاید همه پاسخ بده که نخیر. بنابراین در این طور یک شرایط حساس بله که وضعیت روز به روز پیچیده تر شده میره. بله. طالبا خو مشخصا مثل که دوستا اشاره کرد، اگر اینا به اراده صلح داشته باشه، پس چرا جنگ را توقف نمیده؟ اگر اراده به صلح داشته باشه، چرا با صدای صلح‌خواهانه مردم افغانستان لبیک نمیگه؟ شما هم صلح میخواین، دو میمان بزرگوار هم صلح میخواه، ما هم صلح میخواهیم، مردم افغانستان هم صلح میخواه. ولیکن دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم شورای عالی مصالحه ملی را ایجاد کرد. درست. وزارت صلح در دولت ایجاد شد. زندانی های طالبان رها شد. مذاکره در قطر شروع شد. اما تا به امروز شما ببینین طالبا یک جواب مثبت به صدای صلح‌خواهانه داشته باشه نداره. آقای مبلغ اجازه بدین. حکومت هم داره سنگ اندازی میکنه. سر اون موضوع هم میایم. موضوع دوم ایست که طالبا اگر باورمندی به صلح داشته باشه. بله. طالب جنگ خود با افغانستان و با برادرای افغان خود میکنه. نشستش با کیست؟ نشستش خود با خارجی ها، با مکفار است. اگر طالب دلیلش حضور امریکایی یا اشغال مملکت بوده، این هم خو ختم شده، اون امریکا هم خو بیرون شد رفت. تو با امریکا قرار داد کردی، موافقت کردی. چرا امروز پس طالب یک بار میگه که ما جنگ نمی کنیم، بار دیگه ولسوالی ها را میگیره، میگه که ما ولایت ها را نمیگیریم، امکاناتش نداریم، پس سر ولایت ها هم حمله میکنه. این بازی ها را چرا با مردم افغانستان انجام میده؟ پاسخ گفتن پس طالب نه گفتن که ما در پاسخ به اعلام جنگ از طرف رئیس جمهور یا مرکز طالب سعی کنیم طالب صلح نمیخواد. درست. طالب صلح نمیخواد. این طور درست. ما رئیس جمهور کدام ملائکه تا شده از آسمان نیست. اشتباهات خود رئیس جمهور و دیگه بزرگای مملکت هر یکش داشته، مثل که شما در پارلمان درست. صدای رئیس جمهور را شنیدین، گفت که در او دوره که افتتاح میشد اشتباه کردیم، از اشتباه خود درس بگیریم. هنوز هم وقتش هست که درس بگیره. اینطور نمیشه که رئیس جمهورم یا ارکه یا خانم خود به دست طالب بده. درست. بگه که بیا تو اظهارات آقای جوزجانی، اظهارات احساسات برانگیز، فکر نمیکنی وضعیت خراب ساخته باشه؟ رئیس جمهور گفت که پای طالبان تا 6 ماه از آنهایشان را در میدان جنگ مشکنان و برنامه 6 ماه در حال اجرا قرار گرفته، ولی وضعیت تا ما میبینیم رئیس جمهور تا هنوز نیروهای امنیتی ما در حالت دفاعی است یا در حالت هجوم است؟ در حالت دفاعی است. ای که طالب هجوم میکنه، نیروهای امنیتی در حالت دفاعی است، این نشان میده که یعنی طرف جمهوری اسلامی افغانستان
ایچی یک اراده برای صلح داره، اما اراده طالب یا اراده نداره، اگر اراده هم داشته باشه ضعیفتر است. پس اینطور نمیشه که مثلا طالبا به حرف بچه مولای سمیع الحق بکنه. شما صحبتایش شنیدین که در پشاور او میگفت که طالبا نظام بگیره، اینا یک ماموریت و یه چیزا بکنه تسلیم شوه، این طالبا میره نخواه که دولت به می عظمت خود برای طالبا تسلیم شوه و دولت خود تسلیمی طالبا را نخواسته. درست ما صلح میخواهیم، اما صلح به قیمت این نمیشه که طرف مقابلش ما همیشه جنگ دامن بزنه. به خاطر از این توصیه ما برای راه حل چیست؟ توصیه ما برای بزرگای مملکت، برای سیاسیون همیست که از اختلافات داخلی خود براین. نزاکت هایی که میان هم دیگرشان هست، ایر دشمنی فکر نکنه. این حال شما هم میبینین، من هم میبینم، میان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میان حکومت، رئیس جمهور و رهبران سیاسی یکان نزاکت ها است. این نزاکت ها به معنای دشمنی نیست. این نزاکت ها را ما به همدیگر دشمنی فکر نکنیم. با این نزاکت ها رهبرا به این خوشحال نباشه که طالب آمده مرا از شر یعنی از ایچی رئیس جمهور خلاص میکنه و رئیس جمهور به این فکر نباشه یا تیم رئیس جمهور که طالب آمده مرا از شر رهبرا خلاص میکنه. نه، اینا با هر دویش درجه است. بنان دست خدا یک بکنه، برای طالبا پیام واحد بده. رای صلح را انتخاب میکنین؟ دادم این پیام را. دیگه گوش کنین. وقتی که رای جنگ انتخاب کردن. خوش. پس این می سوال خدا جوابش خودش ما دادین. طالبا رای جنگ انتخاب. پس چرا توانایی نیست؟ چرا استاد نمیخواد برای دولت بفرمایه؟ میایم سر این موضوع. برای طالبا یک پیام واحد بازم بده، اتمام حجت بکنه. طالبا جز افغانستان هستین نیستین؟ خود را میخواین به جامعه افغانستان ملحق کنین نکنین؟ بله. شما دیگه شیار از افغانستان اهل تشیع و هزارای افغانستان گم کرده نمیتونین. زنا یک واقعیت است، منبر و مسجد یک واقعیت است، اینمی مردم یک واقعیت است، تیفای قومی یک واقعیت است، اینمی مدنیت یک واقعیت است. خود با می سازگاری میتین نمیتین؟ اسلام را، دین را، شریعت را، قرآن را همگی ما میخواییم. ما مسلمان هستیم، با افتخارات دینی خود فخر میکنیم. یک پیام واحد بده. بله. ببینیم که طالب چه پیام میده. یعنی پیام با پیام طالب عمل کرده طالب چیز. پس طالب رای جنگ را انتخاب میکنه یا با صدای صلحانه لبیک میگه؟ خواستای طالب چی است؟ آیا خواستش معقول است، مشروع است، یا خواستش نامعقول و نامشروع است؟ فکر نمیکنه این همه موارد شده باشه آقای جنگ؟ نه ببین، اگر خواستای جمهور گفت که یا جنگ انتخاب کنین یا صلح، اگر نکردین تا شش ماه شما را زندان. پس پیام شد. پس وقتی که طالب نمیخواد صلح بکنه، اینمی نظام نیمبند خود را تقویت بکنه، مشکلات داخلی خود را حل بکنه، نزاکت های خود را از بین ببره، چهار جبه را تقویه بکنه، علمای دین را در مسجد و در منبر، بله، رسانای خود را در عرصه تبلیغات، صفحات مجازی را در عرصه تبلیغات، کماندانای نظامی و شخصیت های جهادی و کماندانای کارکشته را که مثل آقا صاحب تأثیرات دارن در منطقه، اینا را در عرصه نظامی بسیج بکنه. مثل که شخصیت های استخباراتی داره افغانستان، رحمت الله نبیل، آقای مراد، مارشال صاحب دوستم یا آقای صالح، این دیگه شخصیت ها که تعدین خان، اینا را مثل اسماعیل خان. ببینین اسماعیل خان شهامت انجام داد که شهر ایرات از سقوط نجات داد. بله. شهر ایرات از سقوط نجات داد. بیاید در عرصه نظامی اینا را بسیج بکنه، اجماع سیاسی را به میان بیاره و از همون نیروهایی که داره، از دانشمندای خود، از شخصیت های کادر خود مشوره بگیره. با تکتازی نه حکومت میشه، نه جنگ را به پیش برده میتونه. بنانین اینطور یک وضعیت بیاره، افغانستان را به می شکل اداره بکنه. و یک کار دیگه هم لازم است که هم احزاب، رهبران احزاب، اون موره های استخباراتی که در داخل احزاب پیدا شده و هم نظام، اون موره های استخباراتی که در داخل نظام پیدا شده، به خاطر چهار روپا پول به هر بی‌عزتی، بی‌حیثیتی، بی‌شرفی آمده است، اونا را دستش قلا قمه بکنه جاسوسا. ما بریم به طرف ساختن افغانستان با ثبات، افغانستان متحد، از این درد و رنج که مردم ما هر روز میکشن نجات پیدا بکنیم. این چه حال است که اینجا نظام باشه، ولایت ها سقوط بکنه؟ کندز آتش میگیره، جوزجان سقوط پیدا میکنه، سرپل سقوط داده میشه، یا در دیگه ولایت ها در سر تا سر افغانستان جنگ است. در با خانه جنرال صاحب رازق شهید چی کردن؟ پاکستانی ها چی کردن؟ یا با هرات میخواستن چی بکنه؟ چی بکنه اینا؟ طالب با کدام رو بر مردم افغانستان متوجه میشه؟ آیا شما به من فخر میکنین که
عکس جنرال رازق که در قلب صدها انسان در افغانستان جای داره، او را بیاین آتش بزنین. یا رهبرای افغانستان شما امروز بیاین بگین که ما خانه مارشال را گرفتیم، لباس مارشال را پوشیدیم. آیا برای تن شما لباس همون مارشالی برابر میآید؟ یعنی شما میتونین با این وضعیت در افغانستان حکومت کنین؟ پس نظام هم یکمه که بیدار شوه، به هوش بیایه، خود بدانه جز جانم جز افغانستان است، لوگرم جز افغانستان است، قندارم جز افغانستان است، بدخشانم جز افغانستان است. این کسایی که میخوان جنگ به شکل سیستماتیک و کمپیوتری داره بکنه، جنگ افغانستان اینطور هم نیست. شخصیت های برجسته نظامی را در صحنه بیاره، یا با طالب صلح بکنیم یا با طالب جنگ بکنیم. سپاسگزارم. برمیگردیم آقای سادات، شما صحبت های آقای جوزجان را شنیدین. به هر حالش همین نظام نیم بند باید تقویت شوه، اما آقای مبلغ میگه که همین نظام زمین اساس شده که ما وضعیت ما در اینجا قرار بگیره. بسیاری ها هم تحلیلش همی است که همین حکومت دنبال رو امریکا شد و زمینه سازی کرد برای رهایی زندانیان طالب، به دستور اونا رفت مذاکرات بر حالش پوشخالی را آغاز کرد که نتیجه بخش نبود. حالا که هشدار میده به طالبان که ما پایهایتان را از زانو در میاریم، ولایات داره سقوط میکنه. وقتی نمیتونه مدیریت کرده، تا چه وقت حداقل مردم باید قربانی بده؟ مردم به خاطر نظام نه، حکومت نه، به خاطر نظام و به خاطر حفظ جان خودشان. کاملا دقیق است. امی 20 سال اگرچه بی‌عدالتی ها، بعض نابسامانی ها و کاستی های وجود داشته، اما داشتن نظام برای یک مملکت ضرورت است. خواهی که نظام فعلا در داخل از دولت و حکومت وجود داره و حکومت کاستی های داره به اصلاح نیاز است، نه ما به خراب شدن نظام. مثلا دارایی های آمر تاراج بکنیم، مال دولتی را غنیمت بشماریم، فرزندان از وطن آواره بکنیم، مردم خود را بکشیم و هیچ راه را برای صلح نمانیم و راه را برای جنگ باز بکنیم. این جنگ یک جنگ خدای ناخواسته نابخردانه است که سبب تباهی و بربادی افغان ها میشه. هر دو طرف بچه افغان یتیم میشه، خانم یک افغان بیوه میشه. ما باید راه کار پیدا بکنیم برای حفظ نظام، که نظام چه رقم حفظ شود. اگر طالبا بیایه یا هر کسی دیگه بیایه، بازم بچه امی هم وطن مجبور است که سرباز شود، بچه امی وطن مجبور است که مامور شود، معلم شود. از جای دیگر خب ما گفتیم که ما خارجی ها رو نمیخوایم، پس داخلی ها رو میخوایم، یعنی افغان ها رو میخوایم. وقتی که افغان میخوایم، خب امی بچه افغان است که در امی مملکت باید زندگی بکنه، وظیفه اجرا بکنه، خدمت بکنه. من به وضوع دوم که فعلا متاسفانه یک مشکلاتی که وجود دارد در نظام، در حکومت مشکلات که وجود داره، این قابل اصلاح است. یعنی خب میشه که میشه که با تفاهم قربانی بده. حالا اگر ما مثلا بگیم که جنگی که فعلا درگیر هستیم، ما دیروز جنگ آغاز شده و امروز به شدت جریان داره، نخر جنگ 43 سال میشه که ادامه داره، یک سال میشه که به اصطلاح با یک نوع دیگه شکل جنگ تغییر کرده. ما گفتم قبلا هم که افغانستان یک کشور مستقل است، سیاست مدار دارد، درست. عالم دارد، آدم های سنجیده دارد، مردم های فاضل دارد. بر دولت فرصت ها باقی ماندد، سازمان ملل وجود دارد، کشورهای اسلامی وجود دارد. جانب مقابل خود پیدا بکنه که کی است. اگر طالب تصمیم گرفته نمیتونه، کیست که از تصمیم میگیره با تصمیم گیرنده صحبت شد. اگر با اینا مشکل داره، با اونا مشکل داره، براون در اصطلاح در سازمان ملل بزنن. اگر هیچ نمیفهمند که هیچ امکان ایره نداره، دروازه لوی جرگه را باز بکنه، لوی جرگه ای که لازم است در رئیس جمهور دمی شرایط اضطراری یا حالت دفاعی قرار گرفتن یا حالت اضطراری قرار گرفتن یا با یک نوع با بنبست رسیدن، بران از ملت خود رای بگیرن، رای بخواهن که چی میخواهن، چی نظر دارن. تمام این کارا شده آقای سازمان ملل. سه روز پیش نشستی را برگزار کرد، نشستی فوری، نشستی ویژه، گفتن که جنگ طالبان جنگی است که باید خاموش شود و طالبان داره خلاف راهبر حقوق بشری کار میکنه. سفارت امریکا هم امروز در کابل گفته که طالبان خلاف تعهدشان بر راه حل سیاسی باور نداره. خب چی بیشتر از این شود؟ چرا باید حداقل اون آقای مارشال دوستم از رئیس جمهور خواسته، چرا وضعیت نظامی اعلان نمیشه و در همین وضعیت و حالت نظامی در برابر طالبان بیشتر عمل نمیشه؟ حالا اگر پیشتر که یاد کردیم که جنگ اعلان نشد، یعنی جنگ اعلان نشده که هر سال جنگ اعلان میشد، نام جنگای خدا یک
چیزی میمونم دولت انجام مقابل عالم فعلا حالت نظامی صرف در رسانه ها یاد نشده که حالت نظامی دولت پول را که باید برای پروژه ها پرداخت میکرد و در حالت نظامی گفت ما با مصرف میرسانیم، یعنی حالت عادی نیست، ولی فرصت وجود داره سیاسون بشینند صحبت بکنند که جنگ به هر شکل ممکن توقف بکنند، تلفات با جلوش بگیرند، خرابی شهرها را جلوش بگیرند. در غیر از خب جنگ است، در جنگ درگیری است، در جنگ مشکلات است، این آدم گفته نمیتونه و این را پیشبینی هم کرده نمیتونه، چرا که جنگ افغانستان جنگ نیست که ما این را پیشبینی بکنیم. متاسفانه ابعاد بیرونی داره، ابعاد منطقوی داره، مشکلات است که ما به هر شکل ممکن باشد باید از این مسیر خود بیرون بکنیم و بتانیم به جای شدت دادن جنگ پروسه صلح را شدت بتن و خوشبینانه است که خب برحالش اینا با حالا اگر ما اگر همه ما صحبت بکنیم که خب با کدام امکانات، با چی امکانات، با چی شی و چی باید بکنیم، خب طبیعی است که ما یگانه راهی که داریم که اگر ما نجات پیدا کنیم صلح است. در شدت درست. گرفتن جنگ نجات وجود نداره. درست. شدت جنگ باعث میشه که فایر بیشتر شود. فکر نمی کنم طالبان شکست ما داده بتونه. مبلغ میگه که بیش از 200 سرباز خیالی وجود داره. آقای جوزجانی گفت اگر مدیریت شود مثل هرات دیگه ولایات میتونه. حالا اگر ما اینا را همین صحبت های اینا را بگیم که تایید بکنیم که مثلا اشتباهاتی بوده، ولی ما دنبال همین اشتباهات بریم یا برای اصلاح اشتباهات یک راهکار یا رابط پیدا بکنیم که تا بیشتر از این صدمه نبینیم، بیشتر از تلفات نبینیم، بیشتر از این دارایی های عامه به باد فنا نره و بیشتر از این هموطنان ما کشته و شهید نشه و بیشتر از این ما آواره نشیم و بیشتر از این فرصت ها از دست ما نره و خشونت ها زیاد نشه. خویی یک به نظر شما شاید این حرف های ما خوشبینانه باشه، ولی یک نیاز است، یک ضرورت است. در غیر از او اگر ما بر شدت جنگ صحبت میکنیم، ما طلب امکانات میکنیم، ما طلب ازیره بکنیم که شهرهای ما را بمبارد بکنه، خب طبیعی است که این شهر امروز مثل ولسوالی ها وارد دست به دست میشه از قطر. ببینید اگر ولسوالی ها دست به دست شد و اگر به می شکل شهرها دست به دست میشه، خب ما با یک فاجعه مواجه میشیم، چرا که از ولسوالی ها در شهرها مردم جمع شده. حالا پس بروند از شهرها به کجا بروند؟ مرزها هم بسته است. یگانه راه حل، یگانه نظر نیک، یگانه راه نجات ما شدت دادن پروسه صلح است و ای ساکت ماندن سیاسون یک جفا در حق ملت است. سپاسگزارم، برمیگردم به شما. آقای مبلغ، خب واشنگتن پست در گزارش نوشته کرده که باید خلیزاد به آمریکا فراخوانده شود چون مردم افغانستان توان تصمیم اشتباهی او را میپردازد. همین طور هم آقای جو بایدن گفته که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور از لحاظ آموزش، امکانات و شمار نیروهای نیروها امکان کامیابی را دارد و اکنون زمان رهبری و اراده برای رویارویی با تجاوز و خشونت طالبان است. این موضوعی است که پس از این گفته میشه که دستور داد باید به افغان‌های B-52 آمریکا بر مواضع طالبان در افغانستان حمله بکنه. تا هنوز آمریکا تصمیم نگرفته که پس دوباره باقی میمانه یا پس دوباره میایه یا نه، ولی بسیاری ها تحلیل میکنه که شاید آمریکا باقی بمانه و پس دوباره بیایه و در برابر جنگجویان طالبان با حکومت افغانستان یک جا بجنگه در برابر این گروه. فکر میکنین خب به هر حالش این بازی های دو پهلوی آمریکا واقعا خودش داره وضعیت را بدتر میسازه و از یک طرف خودشان بیرون میشه و ما را کمک میکنه تا در برابر طالبان بجنگیم و جنگ شدت پیدا بکنه، یا نه واقعا در کنار نیروهای امنیتی باقی خواهد ماند اگر طالبان شدت ببخشه حمله هایشان را، نیروهای امنیتی در کنارش نیروهای آمریکایی میتونه این گروه را سرنگون بکنه؟ ببینید، ما قبل از اینکه به سوال شما بیایم یک نکته را عرض بکنم. 6 ماه قبل را شما به یاد بیارید، ما یک مجموعه داد میزدیم که سرنوشت جنگ و صلح افغانستان را به دست آقای اشرف غنی نسپارید. به تمام سیاسیون ما اعلام دادیم که اگر سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به دست اشرف غنی بیفته، یا آدم طور مدیریت میکنه که به نقطه انفلاق برسانه، مردم هر چقدر هزینه بدهد ولی خودش سرقمندان قوای اعلای مسلح باشه و رئیس جمهور باشه و کش و فشش برابر باشه، برای او مشکل نیست. امروز هم من میگم به شما، من به آقای اشرف غنی احمدزی، نه تنها من، مردم ما، بسیاری از قمندانای ما،
بسیاری از کسانی که در اردو خدمت میکنه، بسیاری از کسانی که امروز سلاح گرفته و بر علیه طالب در سنگرها سینه خود سپر کرده، به آقای اشرف غنی احمدزی و تیم یه آدم اعتماد نداره. فردا ممکن هست ما را سودا بکنه، پای خود پس بکشه. امروز ممکن هست در یک حرکت سودا بکنه، ممکن هست امروز مرا در جبهه جنگ تنها بگذاره، ممکن هست امروز امکانات سر ما بند بکنه. اسماعیل خان چند بار داد زد که برای ما امکانات نفرستاده. کسای مثل جنرال مراد علی مراد خاک میخوره، جبهه های ما سقوط میکنه. کسان مثل جنرال جوهری خاک میخوره و در غزنی مرد در مالستان مردم قتل عام میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ خانم شهیدی 1.5 ماه هست از ولایت دایکندی خلع شده، کسی به جای او در دایکندی نرفته، بدون والی هست، بدون والی، بدون برنامه ریزی، بدون پلان جنگی. هر روز مردم شهید میشه. با پای کی بنویسیم؟ با پای آقای محقق بنویسیم؟ با کام آقای اشرف غنی احمدزی بنویسیم؟ این درد را به کی باید شریک بکنیم؟ به کی باید بگیم؟ باور به خدا بکنید به این نظام دروغگو ما ایمان نداریم. باور به خدا بکنید امکانات شما را آخرش به دست طالب تحویل میده. ولی آقای جوزجانی گفت که این نظام نیم بند باید باقی بمانه و تقویه شوه. آقای جوزجانی گفت که آقای نظامی جوزجان به دست طالب رفت، خون ما بند آمد، خون ما، جگر ما تکه شد. زمانی که عسکر ما نیاز به این مهمات داره، این مهمات کجاست؟ چرا به دستش نمیرسه؟ عسکر ما در غزنی در مالستان سلاحش بیمرمی میمانه، این مهمات کجاست؟ یک نیت، یک حلقه خبیثه در پی ای هست که غرور ملت مرا خرد بکنه. بر همه چیز چنبره زده و امروز باز دقیقه 90 هست. بعضی از دوستای ما میگه به اشرف غنی بد نگید، میگه باز نظام را تقویه بکنید، باز اینمی کامپیوتر کار موهب را شما تعریف بکنید. جنگ استخباراتی هست برادر من. آقای محب چه کار کرده که آقای اشرف غنی احمدزی غیر از محب و فضلی به کسی دیگه اعتماد نداره؟ قمندانای جنگی مناطق مرکزی دستشان از سلاح خالی هست، برادرش در اونجا شهید میشه. چرا؟ به چی دلیل؟ خیانت است، خیانت است، خیانت است، خیانت است. با ناموس ما اگر خیانت کرده اشرف غنی کرده، با وطن ما اگر خیانت کرده اشرف غنی کرده. طالب قصهش مفت است. طالب را ما با هر چیزی که باشه در مقابلش میستم. اول باید کسایی را که از درون ناموس ما را سودا کرده باید اینا جواب پس بدن. درست. چی باید شوه آقای مبلغ؟ چی باید شوه آقای جوزجانی؟ میگه که باید امین نظام نیمبند هر چی که است از میان بد بدتر، بدتر و بد، باید بد انتخاب شوه و باید امین نظام تقویه شوه. طالبا داره قتل عام میکنه. چی باید شوه؟ طالب نداره، اشتباه نکنید. خطری را که اشرف غنی و محب برای منافع ملی افغانستان داره طالب نداره. طالب راهش مشخصه. تمام ثروت ملی مرا رویش اشرف غنی و امکانات دفاعی مرا رویش اشرف غنی چنبره زده و یک میل سلاح به دست من نمیرسه. درست. طالب را من سینهش را امروز هم هدف میگیرم میزنم. درست. ولی امی طالب آقای مبلغ، امی طالب شهر ویران میکنه، امی طالب مردم قتل عام میکنه، امی طالب آتش میزنه فروشگاه ها را در هلمند، در کندوز، و همین طالب خانه های عامه را، خانه های افراد ملکی را سنگر خود قرار میده. چگونه باز فکر میکنین که این طالب خوبتر از میتونه باشه از رئیس جمهور غنی؟ جیش محمد آمده امروز به افغانستان حمله کرده، لشکر طیبه آمده به افغانستان حمله کرده. شما اینطور فرض کنید کسی از روسیه آمده حمله کرده، 20 سال تمام امکانات را برای اردوسازی در اختیار داشتید،
آقای صالحی که جلسه 6:30 برگزار میکردی خودت را مخ استخباراتی میگفتی، تو را مردم در اونجا نشانده که از ناموسش برای روز مبادا دفاع کنی. چه کردی؟ آیا شرم بر جبین شما وجود داره که امروز به ملت ما پاسخ بدی؟ اصلا طالب نباشه یا ما در مورد هجوم یک کشور خارجی قرار گرفتیم، تجاوز میکنه، آتش میزنه، بمباران میکنه، مردم مرا میکشه، تو چه کردی؟ تویی که ما به عنوان شرفبان حیثیت خود گماشته بودم، تا حالا تو را چاخ کردم، تا حالا از مالیاتی که دادم، از خیراتی هایی که به نام افغانستان جمع شده تو تغذیه کردی، بچه های خود را به بهترین دانشگاه ها فرستادی. امروز به ملت مظلوم ما با پای لوچ میگی از خودت دفاع کن، اصلا هم برش نمیرسانی. آقای مارشال دوستم چند بار گفت حکومت همراهی نمیکنه و ما ایر در مناطق مرکزی خود ما میدانیم میبینیم. من واضح برای شما بگم، آقای محقق یک مفرزه درست کرد، امکاناتش به جیب خود زد و در رقابت با علیپور را کنار زد، مفرزه خود را در بهسود جابجا کرد. کو حالا مفرزه آقای محمد محقق که در مقابل طالب تشکر. مقاومت بکنه؟ سپاس گذارم، برمیگردم به شما آقای مبلغ. آقای جوزجانی، اگر بحث جمع بکنیم، جوزجان زادگاه مارشال افغانستان سقوط کرده و همین طور هم احتمال داره ولایت های بیشتر را طالبان بگیره، در بحث جمع‌بندی چی میکنین شما؟ مسئولیت تان چی است؟ آیا از تمام افغانستان جنبش دفاع خواهد کرد پس از اینکه جوزجان گرفت، و برای جوزجان چه برنامه‌ای ریختین؟ آن چی که رئیس جمهور با آقای مارشال گفته در مورد اعلام وضعیت جنگ، هم اگر بگوین که یک چشم روشنی باشه برای مردم، حداقل مردم امیدوار شوه. وضعیت را از ما کردم، شما بهتر میدونید که در جوزجان و مثل جوزجان چی میگذره. ببینین، ما کوتاه‌تر اشاره میکنم، کاش که نمی ملاقات دیروز رئیس جمهور و مارشال صاحب عبدالرشید دوستم پیش از وضعیت پیش آمده پاریاب صورت می گرفت، ملت مردم ما به این حالت نمی رسید. ما به عنوان بچه نمی وطن به این افتخار می کنم که زادگاه ما جوزجان یک مارشال داره و فرزندای مکتبی و فکری مارشال عبدالرشید دوستم با این که طالب سر جوزجان یا ولایت های همجوارش هجوم آورده، با این مورال خود از دست نمی ده و با این هدف خود گم نمیکنه، بیراه نمیشه، بلکه منسجمتر و متحدتر و متفقتر و بیدارتر میشه. و ملاقات دیروز باز هم برای مردم یک امیدواری داد. به این باید ما متوجه باشیم که رئیس جمهور، رئیس جمهور افغانستان و مارشال عبدالرشید دوستم مارشال افغانستان است. و ولی چی کردن امینا؟ در باید کاری که صورت بگیره، در قدم اول رهبرای سیاسی افغانستان اینمیتور مستقیم با هم دیگر در ارتباط باشه، دیگر خود را به دست بچه خانهای خود، دست را خود را اعتماد خود را، اعتبار خود را که بر بالای شخصیتایی کرده که با امکاناتش مطرح شد، اما امروز خیانت شایمان است از گماشتن آقای بابر. نه، شما ببینین، شورای مصالحه، بله، هیچ وقت مارشال عبدالرشید دوستم یا حزب پر افتخار جنبش ملی اسلامی افغانستان در صحنه در جنگ سقوط نخورده و همیشه عامل بوده که دشمن ما را از داخل سقوط داده، و باید مارشال صاحب اطراف خود را، داخل خود را چنان منسجم بکنه که دیگر دشمن نتونه رخنه بکنه. ما برای شما یک موضوع تاریخی را اشاره میکنم که جنرال ملک کی بود؟ تمام امکانات و اعتماد اعتبار مارشال صاحب دوستم به دست آقای ملک بود. آقای ملک با خیانت شمال را برای طالبان و پاکستان سپردن، و امروزم اینمی ما یکان وقت فکر میکنم که شاید مارشال صاحب سالها مرها و گجدمها را پرورش داده بوده، اینمی فرهمند کسی نبود که بیایه به این شکل مطرح شد و مارشال صاحب دوستم سر از این سرمایه گذاری کرد، از فرهمند یک شخصیت ساخت. امروز اما این به یک شکل هم خود را فرزند معنوی مارشال صاحب میخونه و هم از کنار مارشال صاحب میخواه مردم ملت را فاصله بده و هم یک معامله پنهانی را با دشمنای مارشال صاحب که سالها قط از اونها در جبهه بوده انجام داده، ملت به این وضعیت رسانده. بر تمام بزرگا مشوره قلبی معمی است که مستقیما با هم دیگر در تماس باشن، اگر در جایی که توافق دارن، مشترکات دارن، گپ خوب است، اختلاف نظر داره، او را باید با نشست هم دیگر حل بکنه.
آقای جوزجانی، رهبری مردمی را آقای یار محمد دوستم در جوزجان رهبری میکرد، کجا هستم یاله؟ جوزجان شهرش ولسوالیای سقوط کرده، یک قسمت به نام میدان هوایی دروازه شرقی که شما از طرف مزار شریف برین و یک منطقه داریم ما به نام تمتاق، نیروهای ما اونجا عقب نشینی کرده. یعنی شما باور داشته باشین، یقین به خدا بکنین که عزیزترین فرزندای ما شهید شده، نیروهای امنیتی ما، قهرمانای دفاعی ما یا سربازای جگلن یار محمد دوستم هیچ وقت یعنی اینطور به غفلت به تفاوتی در برابر ننگ ناموس مردم خود کرده باشه نکرده. لیکن متاسفانه تعداد یارا که ملت مردم مارشال صاحب بزرگ ساخته یا همو کسایی که خود را رقیب مارشال صاحب میدانه بودن اینمو امنیت مردم را همو اقتدار را دیده نمیتونستن، اونا با دشمن دست یکی کرده. جوزجان پاریاب سرپل مردمش به این رنج گرفتار شده. سپاسگزارم. ممنون آقای سادات. در جنبندی از شما میخوایم بپرسم دلیل پیشروی طالبان را خب بر حالش گفتن این کشیدگی هایی است که در داخل شکل گرفته، حالا امریکا هم ناامید شده از طالبان، فکر میکنین برگشت دوباره امریکا فرار رسیده باشه و این کشور با سازمان ناتو توافقی را شکل بده که باید باقی بمانه یا حداقل بجنگه در برابر طالب؟ ما نیاز نداریم به برگشت امریکا، ما نیاز نداریم به مایه بین المللی به این شکل نظامی که تیارای از و بیاید شهرهای ما را خراب بکنه، روستاهای ما را خراب بکنه، مردم ما را بکشه. اونا اعتماد کردن سر از او هم بازم یک اشتباه است. ما به اجماع ملی نیاز داریم، ما به اجماع سیاسی نیاز داریم، ما به اجماع منطقه ای نیاز داریم. همین که مثلا اگر نشود باید شود، اگر نشود باید شود، با خاطر از اینکه جنگ رای حل نیست. درست. ادامه جنگ رای حل نیست، ادامه جنگ قتل، کشتار، بدبختی است و اصرار بر جنگ و دوام جنگ به ضرر ملت افغانستان است. خب طبیعی است هر جنگ آخر خاتمه داشته، وقتی که مقاومت صورت میگیره، وقتی که دفاع صورت میگیره، وقتی که تدابیر گرفته میشه، وقتی که تمام راه بسته میشه، راه بسته میشه، طبیعت کاملا از بین رفته، هیچ دایی جنگ نشده. تا خمرای سرخ 60 سال جنگ کرده یا مثلا ببرای تامیل جنگ کردن، آخر ناگزیر شدن، آمدن در مذاکره را باز کردن و ما هم امروز در مذاکره باز است. درست. بر میز صلح اونا ششتن، ما نیاز به صلح داریم که دوج عملگراها برود، نه اینایی که ساکت ششتن، چند نفر انسانای گنگه ای که به اصطلاح رفتن ششتن، تعارف کردن، چای خوردن. کسی که بتونه جرأت از این داشته باشه که واضح بگه شما چی میخواین، ما چی میخوایم و آینده افغانستان چی میخواین. به این خو نمیشد که ما رفتیم اونجا ششتیم صحبت کردیم، یک سال میشه باید مذاکرات خلیزاد با طالبا دو سال ادامه پیدا کرده، مذاکرات ما هم دو سال ادامه پیدا. ما میتونیم که در یک ماه نتیجه مذاکرات خود بگیریم، حداقل سرنوشت صلح را معلوم بکنیم که آیا او دروازه بسته شوه یا باز باشه. تشکر. اگر اینمی تو امیدای کاذب باشه ما با اینمی سرنوشت مواجه میشیم. سپاسگزارم. ممنون شما آقای مبلغ. کوتاه اگر اشاره بکنین آقای سادات اشاره میکنه که باید اگه ما شکل بگیره، آقای جوزجانی هم چون این چیز را اشاره میکنه، خب به هر حال که بود گذشت باید همه دست به دست هم بده و در برابر طالبان یا در باره صلح یا هم در باره جنگ تصمیم یک جایی بگیره. اگر این اجماع شکل نگیره که تا هنوز نگرفته و مردم خیلی بی‌باور است به شکل گیری این اجماع در حضور جمهوریت سه نفره که شما ازش یادآوری میکنین، آیا روزهای بدتر از امروز باز مردم منتظرش باشه یا نه واقعا وضعیت همیال به حد بالایش بد است برای بسیاری ها که جنگ در ولایتشون جریان داره؟ بسیاری ها به خاطر مصلحت میگن که آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور است، احترام داره و باید به گپش عمل شود. من بازم میگم نه مردم افغانستان بالای آدم اعتماد داره و نه ماها بالای آدم اعتماد داریم. تا زمانی که آقای اشرف غنی احمدزی در رأس امور باشه، صلح را اگر بتانیم، ما از زمانی میتونستیم ما از طریق صلح امتیاز بگیریم از طالب، به این اوج نبودن، جامعه بین المللی پشت ما بود. کسی که صلح را سبوتاژ کرد آقای احمد اشرف غنی احمدزی و حمدالله محب و امرالله صالح بود. سخنرانی حمدالله محب را شما در ننگرهار شاهد هستین، در اوج مذاکرات صلح اینا به همین نقطه میخواستن برسانن. امروز هم دل در دفاع و میهنی و در دفاع از ناموستان دل به اشرف غنی نبندید. من فکر میکنم که باید جبهه خودتان را، گفتمان خودتان را، چی شده است شما را، چی شده است؟ یک زمان مارشال دوستم در شمال پادشاهی میکرد، در مرکز
حزب وحدت پادشاهی میکرد در قسمت شمالی بازماندگان احمد شاه شهید مسعود پادشاه شمار چه شده است؟ به غیرتتان بیایید، صلاح پدریتان را بردارید، چشم به فرمان اشرف غنی احمد زی برای دفاع از ناموستان نماید. ممنون شما، خیلی تشکر، سپاسگزارم از آقای آصف مبلغ پژوهشگر در دانشگاه آقدنیز ترکیه، آقای سید قریب الله ساداد عضو شورای ولایتی لوگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و همینطور هم از آقای بهرالدین جوزجانی سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی از حضورتان در این بحث سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید، وقت شما بخیر.